سرانجام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت کابل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. کمیسیون انتخابات پس از 3 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در نشست نتایج انتخابات پارلمانی ولایت کابل را اعلام کرد. با اعلام نتایج ابتدایی 33 ولایت افغانستان 239 نفر به مجلس نمایندگان افغانستان راه یافتند که حدود 27% آنان زنان هستند. اکنون بر اساس قانون انتخابات افغانستان کمیسیون شکایت های انتخاباتی صلاحیت رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی مطابق احکام قانون را دارد و پس از بررسی این کمیسیون نتایج نهایی اعلام خواهد شد. در همین مورد بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان داود اساس نامزد مجلس نمایندگان از ولایت کابل و تا لحظات بعد جاوید فیصل نامزد مجلس نمایندگان از ولایت قندهار با ما خواهد پیوست. آقای اساس بسیار زیاد خوش آمدین. سرانجام امروز کمیسیون انتخابات پس از 3 ماه نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت کابل اعلان کرد. برای شما به عنوان نامزد مجلس نمایندگان از ولایت کابل چقدر قابل قبول است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سرانجام کمیسیون انتخابات امروز لیست تجارا و دخترای مقبول کابل اعلان کرد. نتیجه انتخابات کابل اعلان کرد. خب مدرک و اساسی که شما میخواییم چیه؟ ما امروز شام که میامدیم پیش از این انتخابات یک سراپ برای ما گفت دو دانه پرچه ای سراپی که به تضمین مانده شده بود گفت نپر استاد هستم اگه بیا پیسه رو برای ما بدی. یکی سر رئیس دارانشا بود، یکی سر رئیس کمیسیون انتخابات بود سید. اینه می بود که ایجا کلگی شما ببینید که تجاره آمدن، کلگی او کسای ما آمدن که ماپیای افغانستان بود، کلگی ماپیای که در کابل که بود، اینمی که لیست که ببینی ماپیای ببینی غصب ببینی چورو ببینی کلگی اینمی کسای بود. ما براتان میگیم که اینمی انتخابات نبود. نهادهای ناظر هم اینمی را گفت که انتخابات نیست. حکومت هم خودشان رئیس اجرایی و معاون اول رئیس جمهور هم سرنمی. برعکس آقای اساس، شمار از نمایندگان با نفوذی که خود نامزد کرده بودند و همچنان منتقدین دولت افغانستان که خیلی با نفوذ دانسته می شدن، گاه اوقات بانک رای دانسته می شدن، در لیست ابتدایی نامشان دیده نمی شد. ما براتان گفتم که تجارا آمدن. من نگفتم که او کسایی آمدن که در نفوذ داشته باشه. ما میپامن که شاید کلگی بپامن که این میجه بچه خلیلی رای داشت. ای از واقعیت باید چشم پوشی نکنیم. بچه محقق رای داشت. خوابی بزرگی رای نداشت. پیسه داشت. جیهون پیسه داشت. از یک روز از اجمل رحمانی 13 تا ناظرشان به تکلف گیر شد. یعنی در این موارد اسناد و مدارک کافی وجود دارد؟ کلگی شان اگه میخوای این میال ما برتان لای پیش میکنیم میمیش. ما دیروز اموجه بند نگفتیم و یعنی کمیشون نگفتیم در که دیتا بیشتن این می کسی هستن برشان نمرایشن داده گفتم از این میجه در پروگرام لایپ برشان زنگ بزن که ما یک کاندید هستم برتان میگه که رای یک رای سر تالر هستن. ما شما میبینیم ما برتان گفتیم که امروز از دو پرچی سراپی را از پنج لکی را این میره گریپتا شد پیسه ایشان گریپت. یعنی محکم و چلنوالی هر کسی دولت باش ما اینه میال همون چلن. آقای اساس فکر میکنین با این فهرست را که کمیسیون مستقل انتخابات نشر کرد آرای سفید و از آرای سیاه هنوز هم فکر میکنین جدا نشده؟ ما فکر میکنم که سیاه را حساب شد سفید ماند. شما ببینین ما اینه میره نمیخوایم که کی آمدن. شما تنها بغیر از بشر دوست، تنها بغیر از بشر دوست که رای مردم دار که او را به نمونه آوردن، که او را به نمونه آوردن. حالی از بشر دوست خودشان پرسن که رای بشر دوست بالا برده که تیوا برابر شود. کسای دیگه هم هستن از بخش بانوها که بانفوذ نیستن، تجار نیستن، پول دیر ما بس کنیم که دخترهای مقبول دختره. یعنی ما با ما شما ما یک گپ ما این میال یک ما موارد بر تامین ما موارد بر تامین میگم. خب پیشتر تیپا گفت ما این میال فساد اخلاقی یک از کمیشنرا از یک دختر خواسته بود که ما برای ما باید یک ویدوی لوچه پر کنی تو که در پارلمان باشیم که ما باید باشی. آلی پیش یک کمیشنر کمیسیون انتخابات یک ویدوی لوچه یک دختر پیشان هستن. یعنی او دختر در فهرست ابتدایی هستن؟ در فهرست ابتدایی هستن. ما شما ببینیم اینمی باید اینمی کمیسیون شرم بک مزورت نه باید بیاید توبه بر خدا بکشه به حق مردم که اینمی ظلم کرده. در اینمی انتخابات مردم مرد، در اینمی انتخابات مردم رحمت رای داد. او رای مردم چی شد؟ خوش آمدیم.
دوباره برمیگردیم آقای اساس. آقای فیصل، با اعلام نتیجه ابتدایی کابل 33 ولایت نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانیش تکمیل شد. شما هم نامزد بودین از ولایت قندهار. آل ارزیابی شما از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات که روند پس از 3 ماه تکمیل کرد چی است؟ ډیر زیات مننه. په ټوله کې څنګه چې دلته هم یادونه وسوه او موږ یې همیشه اورو، توقع تر دې د بهتره انتخابات وه. مشخصا هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت وکړل، چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون یې جوړ کړلی او قوانینو کې تغییرات راغلل، اشخاص او افراد تغییر و تبدیل سوه، ظرفیت سازی وسوه، ټکنالوژي په دې پروسه کې معرفي سوه چې ګټه ورڅخه پورته سي. بینان د دغو اقداماتو په کېدنې سره توقع دا وه چې موږ تر دې د بهتره انتخاباتو شاهدان وای. متاسفانه چې بیا هم سیستم هغسې لکه پخوا چې خلک مایوسه کړي یو ځلې بیا مایوسه کړي، ولې په ټوله کې موږ په افغانستان کې ژوند کوو، په دې هیواد کې چې کوم شرایط دي هغه هر څه متاثره کوي. یوه پروسه نه، دوې پروسې نه، درې نه، که څم خلک راووتل په انتخاباتو کې اشتراک یې وکړي، په انتخاباتو کې درې ډېر عمده مثبتې نقطې وې چې هغه باید له نظره ونه باسو. اول دا و چې موږ بالاخره وتوانېدو چې انتخابات وکړو. خپله د انتخاباتو کېدنه دا یو دستاورد و، دا چې څنګه انتخابات وه دا یې بل بحث دی. دوهم دا چې د دې انتخاباتو ټول امنیت افغانستان خپلو امنیتي ځواکونو نیولی و، دا دوهمه لاسته راوړنه وه زموږ دپاره چې موږ په خپل سر خپل انتخابات کوو. او له شمر د څخه پیښ شوه اشاره کردین، یعنی به عنوان دستاورد کمیسیون مستقل انتخابات نیست. ما میخوایم بدانم که واقعا عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات برای شما به عنوان یک نامزد قابل قبول هست و قابل قبول بود آنچه که تا اکنون انجام شد؟ په ټوله کې د کمیسیون فعالیت بیا هم وایم باید ډیر شوی، هغسې نه و چې څنګه توقع و، یا هغسې بیخي نه و څنګه چې ضرورت و. زموږ ضرورت دا ډول نه و. زموږ ضرورت د دې پروسې بهتره مدیریت و، چې ښه مدیریت سوی وای، کار پر سوی و، خلک لیواله و، هر چا غوښتل چې په دې کې همکاره واوسېږي. اما د پروسې ټوله خرابي د کمیسیون پر غاړه هم نه ده. کله چې موږ وایو چې کاندید پیسې ورکوي، کله چې موږ وایو چې د کاندید پلوی ځې درغلي کوي، کله چې موږ وایو چې نور کوي، یعنی پروسه د ټولو ده. ولې صحیح ده چې کمیسیون یې د مدیریت مسؤلیت لري، اما پروسه د ټولو ده. که پروسه کې ټول کار کړی وای ښه به وای، ولې په ټوله کې زیات مسؤلیت د کمیسیون دی. کمیسیون په پروسه متاسفانه چې ښه مدیریت نه کړی سوه، بېخي ډېرې ستونزې پکې شوې، بې حده زیاتې. خب نظر به قانون انتخابات افغانستان، حال توپ در میدان کمیسیون شکایت انتخاباتی است. این همه میزان بالای اتهاماتی که بر کمیسیون وجود داره، میزان شکایاتی که مبنی بر تقلب، تخلف و جرایم انتخاباتی در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت است، فکر میکنید که کمیسیون شکایت بتانه این همه جنجال ها و خرابی ها را برطرف بکنه؟ ما خودم مطمئن نیستم که کمیسیون شکایت انتخاباتی بتانه که به مواردی که مردم در مورد شکایت کردن رسیدگی کرده بتانه، چون بسیار گردوردی زیاد بوده، مشکل در این پروسه بسیار زیاد بود و هیچ کس فکر نکنم در این وضعیت بتونه که ای گروردی کس ای را مدیریت کرده بتونه و جمع کرده بتونه. ولی ما من حیث یک شخص که خودمون از این پروسه متضرر شدیم، از این کمکاری و کاستی متضرر شدیم، به این باور هستم که آل وقتی از این رسیده که ما در حمایت از این پروسه براییم. اگر این پروسه را ما ضربه میزنیم، درست است که شکایت داریم، تشویش داریم، گله داریم و مردم هم دیدن که چه گونه ای پروسه مدیریت شده. خب پیش از اینکه نتایج انتخابات ابتدایی ولایت کابل اعلام شود، مسئولین کمیسیون شکایت انتخاباتی گفتند که آرای نهایی 12 ولایت تکمیل کردند و در برخی از ولایت ها احتمال وجود دارد که 100% نتایج ابتدایی که کمیسیون انتخابات اعلام کرده تغییر کرده. یعنی اگر قرار شود که به این شکل اعلام کنه کمیسیون شکایت انتخاباتی، پس مشروعیت این کمیسیون کجا میشه و این عمل کرده که تا اکنون داشته به چی مفهوم است؟ من خودم به این باور هستم که گدوردی بسیار زیاد است و تصفیهش شاید کار آسان برای کمیسیون ها نباشه، اما امید دارم که
کمیسیون مستقل انتخابات با کمیسیون مستقل شکایت یک جای کار کنند. اینا اگر مشترکان کار کنند هماهنگی داشته باشند میتونن که حداقل تا یک جای کار درست را انجام بدن. خب ظاهرن که چون هماهنگی تا متاسفانه که نیست، متاسفانه که نیست و ای به نفع افغانستان نیست، به نفع این پروسه نیست. امید است که ای ایجاد شود. ولی وقتی که اینا میگن که 100% شاید تغییر به فرض کنیم که 50% تغییر می فرض کنیم که 10% تغییر می ای را که گارانتی میکنه که از اینجا که فیصله میرسه باز کمیسیون انتخابات او را قبول دارن. خب با تجربه یک از فیصله های گذشته کمیسیون وجود داره دیگه که بود ظاهرن که کمیسیون نمیتونه کسی نمیتونه گارانتی کنه، اما امیدواری ما ایست. ما امید دارم که این دو کمیسیون با هم مشترکاً کار کنن، چون این مسئله چند شخص در کمیسیون نیست که بین خود جنجال کنن و پروسه شخصیشان هم نیست. این پروسه مال ملت افغانستان است، این پروسه همه ماست. کسی که رای داد، کسی که کاندید بود، کسی که شریکی پروسه است و هر کسی که بیخی در این پروسه اصلا نبود اما از این مستفید میشه. خب در صورتی که همی یک روند ملی بود و مربوط به همه مردم افغانستان و مقامات حکومت افغانستان میشد، یک کمیسیون چگونه میتونه که 3 ماه تاخیر بده نتایج ابتدایی را و بعد از او بیا اعلان بکنه؟ این خودش یک عملکرد شخصی نیست؟ خوب میشد که یکی از اعضای کمیسیون اینجا میآمد. خب متاسفانه که در این روزا سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به بحث حاضر نمیشن، چون سوالاتی چیزی برای گفتن ندارن. شاید نداشته باشن، ولی ما هم چیزهایی که داشتیم شاید سوال میکردیم از پیششان. اما در کل یک چیز اجازه بدید من تکمیل کنم که در این وضعیتی که ما هستیم، وضعیتی که افغانستان داره، بحث صلحی که ما در پیش داریم و انتخابات آینده ای که داریم و در کل همی پروسه که است، به نظرم بسیار مهم است که در این مقطع میفهم کل ما شکایت داریم، گله داریم، اما از این پروسه حمایت کنیم. پروسه خوب نبوده به هیچ صورت، ولی خراب کم بوده. ما مجبور هستیم، مکلف هستیم که از این پروسه حمایت کنیم. تشکر. در مورد از اینکه چگونه حمایت بکنیم و چگونه پشتیبانی بکنیم پس از وقفه صحبت خواهد کردیم. بینده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. آقای اساس، بر بنیاد قانون اساسی قانون انتخابات افغانستان، اکنون باید کمیسیون شکایت انتخاباتی مواردی که به عنوان تقلب، تخلف و جرایم انتخاباتی است تمامش را بررسی بکنه و فهرست نهایی را باید بفرسته به کمیسیون انتخابات تا نتیجه نهایی اعلان شود. شما میفهمه که از لحاظ قانونی کمیسیون شکایت نتیجه آخر کمیسیون شکایت میکنه. کمیسیون شکایت نتیجه خود گفت که آرای قابل باطل و رئیس دارونشا و چند تا اعضای دیگه به افسران وادی معرفی کنه. خود کمیسیون، رئیس کمیسیون انتخابات روز اول چند روز که گفت که قابل کلگی از سر کلگی با شماری میشه. از 580 مال به 180 مال رسید. این میشه بود ما برتن میگیم از در روزهای اخیر 300 محل هم دوباره باز شماری شد. او از جمع 185 محل که بود، از نمو مرکز که بود، از نمو بود، اون تابلو نشده. 500 محل که اصلا در او نه کاغذ وجود داره، کاغذایش کل گش پرده. علی میگه راه تو امو جبود اسنادی تا بیتی اسناد ما از کجا کنه؟ خب تو داده بودم صندوق کتی اسناد تو که اسنادش یک دوزی کتی با ما چه تعلق داره؟ علی هر کس که با نبرش بکنه که رای ما خود نمیجه هست، این میجه هست که پیش در صندوق اسنادت نیست. علی این میجه هستن تقریبا 20% رای این میجه صندوق ها منده بی سر نبیش، میگه مادر و پدر نداره، مادر و پدر خود تو گم کدی پیشن. ما چی میگم؟ از لحاظ قانون ما و شما ببینیم میشه که اصلا روز اول، دوم، سوم، دوم رو باید اعلان میکرد که کابل چی کرای استعمال شد. امروز باید ما تشویش نداشته باشیم. علی شما حساب کنین در کابل 3 لک رای که نیادای نظر برای انتخابات بود، 3 لک رای آخرین تعداد رای در کابل است که استعمال شده. در ده مرکز کل بشد که جنگ بود، انتحار بود. این میشه میال تو این می رای حساب کن که امی سیوسی کاندید برده میرسه با امو 3 لک تقریبا میرسه. اما رای 804 کاندید بود، این دیگر چی برده؟ ما از این چرا کم اینمی رای در کجا پورا میکنه؟ اینمی رای از نفوس قبول کده زیاد میشه. خب حال کمیسیون شکایت انتخاباتی جنجالا را میتونه برطرف بکنه، این موارد سیاه و سفید جدا بکنه؟ فکر میکنم اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی و اکن هم اینمی را سیاه و سفید نکنه، مردم نمیشنه. ما یک چیز برای سیاتم میگم
و به رئیس دارونشانشان میگم همه پیسه را که شما گرفتی پنج بانی دکدار اینمی نوشی جان شما نمیشه نکالای زن سرش خریده میتن نکالای اولاد سرتان خریده میدنی این پیشتان یک یک گرفته میشه ما برتان میگم ما از کاندیدای کلگ افغانستان خواهش میکنیم که ما در یک حالت بسیار خراب هستیم باید جمع شویم سر این میه اینمی باید محکمه شوه اینمی را باید که دوزایی فغمان محکمه شد باید اینمی هم همون تو محکمه شوه که دیگه وی تو نشوه سا ترسادت باره که مشاور حقوقی رش جمع شوه خب پرسش همینجاست آقای اساس که افراد کی محکمه بکنه بارها نهادهای ناظر انتخاباتی آمدن و خواستار محکمه اعضای کمیسیون انتخابات شدن همواره حکومت خاموش بوده کی محاکمه فکر میکنه که حکومت شما میبینین که رئیس اجرایی امروز هم برش خندی سرش هم گفت و معاون رئیس جمهور هم دیروز سرش هم گفت حکومت هم اینمی هستند که حکومت با یک بنبست برده حکومت یک با یک بدنامی برده سبار انتخابات رئیس جمهوری است سبار انتخابات ما در اینمی میترسیم که یک دختر مقبول خود کاندید کنه او کامیاب نکنه رئیس جمهور سر نسازه یا 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 تو جاری دیگه نبی از طرف امور سر ما کامیاب نکنه حکومت متوجه هست اینمی طرف ما فکر میکنم که حکومت باید دست به کار شوه و اینمی تو نیکی کمیشنرها باید حذف شوه خب امروز آقای صیاد در نشستی که برگزار شده بود به خاطر اعلام نتایج ابتدایی کابل خیلی با اعتماد به نفس صحبت کرد از موارد اصلاحات صحبت اصلاحات کرد این دو چیز گفت گفت ما تنها پروسه معلمین در پروسه استخدام کردیم پایدیش چی بود؟ ما والا مرکزه را که چی کردیم اینمی بود که نام دکتر صاحب عبدالله و معلمین رئیس جمهور هم موجه نبود تو کدام دستاورد داری بغیر از علمی ما که برات گفتم که تو جارا رو به پارلمان آوردی تشکر و دخترای مقبول به پارلمان آوردی از پارلمان چه جور میکنی تو ما با ما با ما یعنی گزارش را که اخیرا نهاد تیفا نشر کرد در بحث فساد اخلاقی یعنی فکر میکنن واقعیت داره یک واقعیت است ما هم ویدیویش را برشان میگن که خودشان او دختر میگه میگه از ما ویدیو سکس پور کرده تشکر آقای فیصل این بحثی که در بحث انتخابات پارلمانی صورت گرفته چالش هایی که به میان آمد مشکلاتی که پیش شد چقدر میتونه واقعا تاثیر سو بگذاره برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جزرا که حساسات سو هم در شایسته خلق اکثرا شاف کارم لري د فکر خوندان وي او د پارلمان هم شایسته خلق شمال ویږي ما استاپون که خلق چی ورسی سو کتلی زوري که پارلمان نګوري نو بس اوغوی ته به خیر وغواړو څوک چې واقعا استازی دی خدای دې اوغوی ته وس ورکړي توان دې ورکړي چې ښه کار وکړي او څوک چې له هرې لارې کلمه بسوي دي بس هغو ته خدای د قدرت ورکړي چې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي په هر صورت سوالی که شما داشتین مهمترین بحث است که ما در شروع گفتم که ما باید کار کنیم چون این انتخاباتی که ما داشتیم بعد از تجربه که 2014 ما از انتخابات ریاست جمهوری گرفتیم مردم افغانستان اگر آدم واقعا ببینه واقع بینانه فکر کنه تجربه که مردم در او سال گرفتن 2014 باید 2018 نمی برامدن چون امیدی نبود برایشان خیانت شده بود رایشان بغارت برده شده بود و رایشان تعیین کننده نبود سرنوشتشان از رایشان تعیین نشد بدون مردم باید نمی برامدن اما این دفعه باز برامدن مردم اعتماد کردن برامدن تا پروسه بهبود پیدا کنه و دوام پیدا کنه متاسفانه که باز سیستم کار نداد و مردم باز از طرف سیستم مایوس شدن بنان این وضعیتی که مردم باز دیدن امیدواری برای انتخابات ریاست جمهوری به وضعیت فعلی چندان نیست اصلا باید امیدواری وجود نداشته باشه اگر به همه این کاری که ما کردیم مردمی که برآمدن سیستمی که از طرف حکومت حمایت شد، استقلالیتی که برشان داده بودند اگر اینا نتونستن که این انتخابات صحیح برگزار کنن به نظرم برای انتخابات ریاست جمهوری باید خب آقای فیصل همواره پرسش اساسی همی بوده که انتظار مردم افغانستان سال به سالی بوده که ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف و یک انتخابات بهتر بوده باشه همواره نهادهای برگزار کننده انتخابات ها آمدن بدتر از گذشته انتخابات ها برگزار کردن و هیچ گونه تجربه ای از انتخابات های گذشته نداشتن فکر می کنید عواملش بیشتر از کجا منشأ می گیره این که رهبرای حکومت در تعیین مدیران انتخاباتی بی توجه بودن و این که کسانی که به عنوان مدیر
انتخابات گماشته شدن توانمندی لازم نداشتن واقعا؟ به نظرم مشکلات بوده از شروع در کار ما شاهد مشکل بودیم همیشه این پروسه به انتقادات پیش رفته ما گرچند ایرا گفته میتونیم که دموکراسی در افغانستان جوان است و انتخابات یک پدیده جوان است و ما یک ملتی نو هستیم به این پدیده اما خب در صورتی که جوان است هر قدر که پیر شده میره باید بهتر میشد اما هر قدری که ما نو هستیم جوان هستیم این چیز واقعا حقدارش نبودیم یک چیز باید بهتر از این سیستم باید نتیجه میداد خب به حال انتظار مردم افغانستان چی است شما به عنوان یک نامزد همین دور چی میخواین از حکومت افغانستان چون که آقای اساس گفتن شما موافق هستین که رهبری کمیسیون انتخابات باید به محاکمه کشیده شود و اینا پاسخگو باشن به نظرم باید به مردم افغانستان پاسخ گفته شود اگر اینا مجرم هستن یا نیستن اگر وقتی که ما از این صحبت میکنیم که غفلت وظیفوی خودش جرم است وقتی که ما از میگیم که ما از این کار خود خبر نداشتیم واقعا این کار ما خراب شد دیگه اینی هم در قانون جرم است اون یک بحثش است ولی به نظر خب مردم افغانستان حق آمد و به رسانه ها گفت که صبر مردم از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات لبریز شده خب این خودش نشان میده که حکومت هم ناراضی است از عملکرد بدون شک هیچ کس راضی نیست معاون رئیس جمهور گفت رئیس هیئت اجرایی گفت استادانش هم بسیار واضح گفت و در سبدالله هم بسیار واضح گفت بنابراین که کارکرد کمیسیون خوب نبوده و مردم افغانستان هم حق دارن که بشنون که چرا این گونه به سرنوشتشان معامله شد چرا برخی ها میگن که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بیان از مردم پوزش بخواهن این پوزش خواهی میتونه درد دوا کنه و این میتونه اکتفا بکنه به این ناکاری و ضعف مدیریتی که انجام شد خب به نظرم یک چیز اخلاقی است یا یک چیز خوب شده میتونه که حداقل می قبول کنن اما ای که چی درد دوا میکنه فکر نکنم که کدام دوایی برای درد باشه چون مردم افغانستان برآمدن خطر را قبول کردن درد قبول کردن انفجار انتحار کلی موارد قبول کردن آمدن کرای بتن رای هم دادن اما بالاخره رایشان که اگر سرنوشتشان تعیین نکنه خب حال نتیجه 33 ولایت اعلان شد و بالاخره پس از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج نهایی هم اعلام خواهد شد اما پیامد اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را چگونه میبینه؟ خدای دیو که چه در پروسه تر روست چی مخته تلیه در خوشن نوه خدای دیو که تر دیو روسته تر مخکنی بهتر هم مخته داره سی زکر چی یو دست مسئله ده چی در یو فرد مسئله نده در دو افراد و نده یا در یو شهر و در دو شهر و نده در دگر در هیواد در فرد فرد مسئله ده بیدن مهمه ده چی در دی مسئله سر دیر مسئولانه برخورد و سی او بهتر نتیجه خلق تفراس تشکر آقای اساس پیامد اعلام انتخابات پارلمانی را چی میبینی؟ ایرا یک پیامد شنی میشتا که مردم افغانستان خانه به خانه جنگ میندازه و ما نمیتونیم که یک پارلمان بسیار خوب داشته باشیم و اینمی اعتماد که مردم سر انتخابات داشته باشه و اعتماد مردم کم میشه ما نمیتونیم که به مردم باز تشویق کنیم به انتخابات رئیس جمهوری تا وقتی که ما باید اینمی پروسه را که صحیح تکمیل صحیح نکنه کمیسیون شکایت اینمی کار نکنه حکومت کار نکنه که ارگانای عدلی و قضایی کار نکنه کشپی کار نکنه فکر نکنیم که ما اگه انتخابات صحیح رئیس جمهوری داشته باشیم تشکر سپاسگزار هستم از حضورتان و بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده پارلمان 97 بودین تا برنامه بعد الان نگهدار